سلام به این ویدیو دیگه، خوش اومدید. آقا تو این ویدیو قراره که یه سری نکات خیلی 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 مهم رابطه کلش رویال که در واقع اینا رو اگه شما بتونید رعایت بکنی خیلی هم زیاده. میخوام فقط مهماشو بهتون بگم. اگه اینا رو بتونید شما تک تک چیزایی که میخوام توی این ویدیو بهتون بگم رعایت بکنید، نمیگم میشید مثل ایان 77، مثل آنا بانو اینا، ولی مطمئنم میتونید رنگ بزنید توی کلش رویال اگه این نکات رو بتونین رعایت بکنین. و این نکاتی که بهتون میگم کاملا برای خودم اتفاق افتاده، یعنی طبق تجربه‌ای که داشتم تو این چند سال میخوام بهتون این نکات رو بگم و خودم به دستشون آوردم. یه سری نکات که شاید توی هیچ ندیده باشید، نگفته باشن، میخوام این نکات رو بهتون بگم. دوستان اولین نکته، این ویدیو فکر میکنم یه 7-8 دقیقه بیشتر نشه، میخوام تو 7-8 دقیقه جمعش کنم بره که راحت بتونین شما هم به نتیجه که میخواید برسید. دوستان اولین نکته که باید رعایت بکنید اینه که 70% راه توی کلش رویال انتخاب ترکیبه. ببینید انتخاب ترکیب از نظر من میتونم بهتون میگم حتی بالاتر از 70% راهه. شما باید ببینید اسکیلی که دارید به چه ترکیبی میخوره. شما تا الان قطعاً چندین بار کلش رویال بازی کردید، شاید بگم چند سال دارید کلش رویال بازی میکنید، ولی شاید ترکیب مناسب رو ندارید. ببینید شاید من جزء اولین نفرایی بودم که با ترکیبی که شاید بگم دست‌سازترین ترکیب بود اون موقع ها تونستم به تاپ برسم، ولی خب این الزامی نیست که شما هم بخواید این کار رو انجام بدید. یه کار خیلی سختی مثلا با ترکیبی که الان دارید، شما مثلا شاید ترکیب شما پکا چه میدونم لاوا پکا چیز باشه، پکا هوگرایدر باشه، شما نباید انتظار داشته باشید با این ترکیب بتونید برید به تاپ لدر. شما باید یه ترکیبی که میتونم بهتون بگم آسون باشه، مثلا مثل ترکیبای جهانی که الان تو مود هم، مثل اون گریویارد چیز راسکالز که به همراه خون گوبلینه، اونو مثلا انتخاب بکنی. یه ترکیب آسون که قبلا ساخته شده و به نظر من آسون ترین ترکیب هم به نظر من همونی که بهتون گفتم میاد، اونو یه بار امتحان بکنید، مطمئنم که خوشتون میاد. ترکیب سخت نیستش. الان توی تاپلر میتونم بهتون میگم حداقل 12-13% دکا اون ترکیب شده که خیلی عدد رقم بالایی به نظر میرسه. یعنی شما فکر کنید که از هر 10 ترکیبی که شاید توی گلوبال باشه یه دونش همون ترکیبی که بهتون گفتمه، گریویارد راسکالز. و چی شد؟ اولین نکته اینه که انتخاب ترکیب، یه ترکیبی انتخاب بکنید که به اسکیلتون، به مغزتون بخوره. شما نمیتونید هر ترکیبی انتخاب بکنید، مثلا نمیتونید هوک سایکل انتخاب بکنی و اینکه مثلا با هوک سایکل نتونی بازی بکنی، ولی همینجوری بخوای وقت رو توی هوک سایکل بذاری، اینجوری نمیشه. ببین همون اول اینکه مثلا شما ترکیب بخوای انتخاب بکنی یه جوری مشخص شه برای خودتون که میتونی با این ترکیب بازی بکنی یا نه، یعنی مشخص شدن اینکه با اون ترکیب موفق میشی یا نه توی همون شاید بگم یکی دو روز اول مشخص میشه. شما یه چند تا گرند چالش باش بزنید ببینید جای پیشرفت دارید با اون ترکیب یا نه، وگرنه هیچ در واقع وقتتون الکی برای اون ترکیب هدر ندید. ببین ترکیب من اینه، من این ترکیب رو شاید بگم بالای 6 سال ساختمش و از این ترکیب حتی خارجم نشدم. شاید بعضی وقتا برای فان، برای ویدیوهای یوتیوب مثلا دیده باشید قبلا اون موقعی که اکانت اصلیم بود مثلا ترکیبای دیگه پکارو پلی میدادم توی تاپ لیر، مثلا ویدیو میگرفتم، اونم فقط نهایت این بود که مثلا میخوام یه ویدیو بگیرم، وگرنه که اگه این موضوع نبود اصلا از این ترکیب اصلا جدا نمیشم. و اینکه چرا؟ چون که من اسکیلم تو این ترکیبه. الان بگن هوک سایکل بیا تاپ لدر پلی بده اصلا نمیتونم، شاید 30 ثانیه هم نتونم دووم بیارم. پس چی شد؟ انتخاب ترکیب 90% راهه، 10% باقی مونده چیه؟ بچه ها ببینید نکاتی که توی هر ترکیب بخواید انتخاب بکنید زیاده. مثلا من نکات ترکیب خودم و اگه ویدیوهای منم دنبال بکنید میدونید مثلا چیه. مثلا اینکه با تورنادو باید خیلی خوب پلی بدی، فکر کنم بهتون چندین بار یاد دادم که چطور با تورنادو پلی بدید، مثلا هوگرایدر رو چجوری بدون اینکه تاورتون ضربه ای بخوره در واقع کینگ تاور اکتیو بشه، و این موضوع رو خیلی بهتون گفتم، مطمئنم که یادتون اگه ویدیوهای قبلی من دیده باشید. و مثلا تورنادو رو مثلا چطوری باید پلی بدید که مثلا شما یه حمله دارید میکنید، بالون گریویارد رو زدید، میدونید که تاور میفته، ولی از سمت چپ هم داره حریفتون چیکار میکنه،
از سمت مقابلم داره حمله میکنه، یعنی میخواد ضد حمله بزنه تا ببینیم کدوم سریعتر تاور رو میندازیم. فکر کنید تو یه دقیقه آخر بازی شما باید چیکار بکنی؟ اگه تورنادو دستته باید تورنادو رو یه جوری بکشی عقب که حتی از ثانیه های صدم ثانیه ها باید استفاده بکنی، بعد اجازه بدی تا بالون گریویاردت به تاور برسه، وگرنه همینجوری بالون گریویارد بندازی بعد از سمت مقابل مینی پکا چه میدونم جاینت بندازه، بعد شما انتظار داشته باشی که کار تموم بشه. نه، شما باید از تمام اکسیراتون استفاده بکنید. اگه گریویارد داشت، اگه این کارت تورنادو رو داشته باشید، باید و باید و باید به بهترین نحو ازش استفاده بکنید. حتی اگه جاینت نشده در واقع به عقب بکشید، مینی پکا رو به عقب بکشید، یعنی شما باید یه کارت انتخاب بکنید که جلوش رو بگیری. شاید نشه به دو تا کارت در واقع مثلا دو تا کارت رو همزمان کشید عقب. میشی میگم وقتی جاینتو دارم مثال میزنم، یعنی وقتی شما مثلا جاینتو مینی پکا رو میبینی از سمت چپ، شما مثلا هر دو رو بخوای به سمت عقب بکشی هم یه خورده کنتر میشه، اگه دیده باشی کلا دو سه پله بیشتر نمیره عقب. ولی اگه تنها مینی پکا رو سعی کنین که بکشید عقب، کار سختیه، اگه بیشتر موشن کار سختیه، ولی میشه. من خودم چندین بار انجام دادم. اگه شما و چندین بارم همین حرکت باعث شده که من بتلا رو ببرم، این باعث تجربه است. بعد شما من توی تابلر این کار رو انجام دادم، مثلا جلوی آگونیکینگ هزاران بار این کار رو انجام دادم. مثلا مینی پکا رو تنها میکشم عقب، بالون گریویاردم اونجا کار رو تموم میکنه. میگیرین چی میگم؟ این تو شرایطی پیش میاد که میدونیم، یعنی من هم میدونم هم حریفم میدونه که اگه این حرکت رو نزنیم، اگه اون جاینت پکاشو نزنه کار تمومه. منم میدونم اگه بالون گریوی آردم و نزنم کار تمومه. یکی از نکات دیگه هم که میخوام بهتون بگم، زمانی که شما یک یک میشید، حالا این نکته ای که بهتون گفتم توی ترکیب خودم بود، شما امکان داره مثلا ترکیبای دیگه هم استفاده بکنید، مثلا مثل پیکا بریج اسپم که یوتیوبر آنچنانی هم نداره توی متاسفانه توی کانتنتی که الان هستیم. نمیدونم والا چرا، ولی پیکا بریج اسپم کانتنت درست حسابی توی یوتیوب نداره که بخوام معرفی بکنم که برید ویدیوهای اونو نگاه بکنید. هر کی هستش من قبولش ندارم، خوب پلی نمیده، نمیتونی ازش چیز خوبی یاد بگیرید. اگه مثلا فتکت توی یوتیوب بود، من صد اصلا هر ویدیو میگفتم برید اون ویدیوهاشو نگاه بکنید اگه پیکا بریج اسپم پلی میدید. بچه اسکیلی که توی پیکا بریج اسپم هستش، برخلاف عقیده مثلا خیلی از یوتیوبرها، خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنید. شما میکنید مثلا فقط باید اسپم بکنی، کارت از جدا بندازی، اصلا اینطوری نیستش. شما باید دقیقا تشخیص بدی که حریفت میخواد چیکار بکنه. اگه گالم داشته باشه و تو ثانیه های آخر بازی بخواد اون رو پلی بده، شما نباید پکار جلوی گالم بندازید، باید پکار رو از سمت راست خالی بندازی بره جلو. اگه این کار رو انجام بدید دیگه نمیتونه جو پشت گالمش کارتی بندازه، اگرم بندازه تاور سمت راستش میره. این نکاتی هستش که باید رعایت بکنید. مثلا اکسیر کم میاره اگه بخواد پکای سمت راستی که خالی انداختید و در واقع دفاع بکنه، تو اکثر مواقع اصلا نمیتونه دفاع بکنه. نمیدونم دیدید یا نه، من مثلا یه سری نکات هستش، من جلوی پکا بریج اسپم دیدید چیکار میکنم، بعضی مواقع مثلا پکا رو پکا بریج اسپم دارم میگم، مثلا از پشت پکا پلی میده. اگه من پکا دم دستم باشم، همیشه از سمت مقابلش پکا رو میندازم، یعنی اگه سمت چپ انداخته باشم، من سمت راست پکا رو تنها میندازم. اکثرا هم دیدید که چی در واقع جواب میده. اگه الکتروویزارد بندازه، تورنادو دستم با تورنادو میزنم سمت پکام تا الکتروویزارش سریعتر از بین بره. اگه بربریان چیز بندازه، اون اسپم میکنه با اون بربرا، اگه اون رو بندازه اصلا سمت چپ نمیره. میگه چرا؟ چون اگه گوشه پکا رو بندازید اونجوری خیلی بهتره، یعنی اگرم بخواد منحرف بکنه مسیر خودش پکا رو، اصلا این اتفاق نمیفته. پس چی شد؟ این نکات رو باید رعایت بکنید. یکی این که بچه هر تایمی به نظر من بتل نرید، آخر شب اصلا بتل نرید. به نظر من موقعی که میبینی یه خورده خوابتون میاد اصلا بتل نرید. من به من ثابت شده مثلا اون موقعی آدمه، البته برای خودم اینجوریه، شاید مثلا خیلیاتون آخر شب عادت داشته باشید، ولی برای خودم اینجوریه. مثلا من آخر شب بتل میزنم، خستگی روز، خستگی همه چی میفته تو بتل، اصلا نمیتونی تمرکز بکنی. ولی اول صبح مثلا وقتی بودم میشه یه ساعت بعدش بتل بزنی، خیلی اون زمان مناسبیه. برای من خب برای خودم اینجوریه، من اکثر مواقع بتلایی که میزنم ظهر یا بعد از ظهر، خیلی کم پیش میاد شب بزنم، مگر اینکه آخر سیزن باشه، مثلا منفی خورده باشه، اکانت منفی خورده باشه، اکانت پوش باشه، اون موقع دیگه مجبورم آخر شب بزنم. تا صبحم میزنم، مثلا من آخر سیزنا
که سرم خیلی شلوغ میشه، مثلا اکانت ها رو میخوام بزنم، مثلا سابقه داشته تا ساعت 7 صبح بیدار میموندم، بعد تا 8 تا ساعت 8 9 هم میخوابیدم، یکی دو ساعت میخوابیدم، دوباره بلند میشم تا ساعت 12 میزدم. اینجور من واقعا خب استثناءه، ولی خب تو من واقعا عادی مثلا الان که مثلا 13 روز به سیزن مونده و زمان خیلی خوبیه، شما هر موقع نرید بتل. و این یکی از نکات خیلی مهم بود. بعد بچه دست پاچه شدن توی بتل، من خیلی از شما شنیدم که میگید مثلا به یکی میخورم حریف، مثلا چه میدونم حریف خیلی خوبیه، رنج داره اینا، مثلا دست پاچه میشم. اصلا نباید یه همچیزی رو در واقع لحاظ بکنید. الان اگه اینجوری باشه اصلا من نمیتونم مثلا جلوی آنابان بتل بزنم، جلوی محمد لایت بتل بزنم. شما خودتون دیدید دیگه، چند توی چند تا ویدیو قبلی مثلا محمد لایت رو گذاشته بودم زده بودم، دوبار پشت سر هم محمد لایت زده بودم، در واقع زده بودم و گذاشته بودم ویدیوش رو، دیدید که اصلا هیچ دستپاچگی نداشت، خیلی راحت پلی خودمو دادم، بازی خودمو کردم، با اینکه 50 60 نفر داشتن بتل اون رو نگاه میکردن. اگه اینجوری بود که بعد اصلا بتل میبستم و از بازی میرفتم بیرون تا راحت بزنه منو. اصلا نباید به این چیز فکر بکنید. بهترین کار اینه که اصلا به اسم توجه نکنید، گیم پلی خودتون انجام بدید، اون چیزی که تو اسکیل خودتون هست انجام بدید، اصلا به اسم هم توجه نکنید. من اوایل خیلی اینجوری بودم، مثلا اولین رنگ که اون رنگ 500 خورده بود زدم توی بازی، دیگه سیزنای بعدش که به پلیرای خیلی خوب میخوردم مثل شما بودم، اصلا تمام بدنم میلرزید، میگفتم وای به این خوردم میبازم. ولی خب یه خورده گذشت که عادت کردم، منم مثلا به هر پلیری بخورم دیگه برام فرق نمیکنه کی باشه، من پلیری خودم میدم یا میبازم میبرم دیگه. پس اینم یه نکات خیلی مهم بود و من میخوام این نکاتی که بهتون گفتم رو توی بتلم بهتون نشون بدم، یه بتلم بزنیم. امیدوارم که بتونم این چیزایی که بهتون گفتم رو مثلا توی این بتل بهتون نشون بدم. خب بچه‌ها همونطور که خبرم دارید من اکانتم لول 13 هستش، توی ویدیوهای قبلیم دیدید قطعا. خب الان خونه گولین رو میزنه، ما اینجا بهترین کار اینه که الکترو ویزارد رو بزنیم. خب من چون اسکیلم توی ترکیب خودمه، مطمئنم که شما هم ترکیب من رو قد دارید مکس میکنید، چون 90%تون به من اینو گفتید، دارم این ترکیب رو بهتون معرفی میکنم و در واقع باش پلی میدم. اوکی الان اینجا ما باید بمب رو بزنیم، چون تاورمون جوری نیست که بتونه این ستا رو راحت دفاع بکنه، اینجا هم باید تورنادو رو بزنیم. اوکی خیلی خوب تونستیم دفاع بکنیم، ترکیبش هم که به نظر میرسه خیلی سخت باشه. اینجا میزنم. اوکی راحت دفاع شد، ولی این دوتا کارت منم راحت به نظرم بتونه دفاع بکنه. مثلا نمیدونم ترکیب بودرم داره، ترکیبش کاملا اسکیله، یعنی اسکیل ها، اسکیل که میگم اسکیل. اوکی دیگه اینو کاری نداریم. بالون لعنتی بودن از لول 13، یه دونه زد بولر دهن سرویس بولر. بومبر رو پدایی میدیم اینجا، بومبر یه دونه بزن بر، ای خاک تو سرت. اوکی پکار رو پدایی میدیم از سمتی که گریویارد رو زده بود. متاسفانه این ترکیبی که داره دیگه تورنادوی من زیاد اثر نمیذاره توی این بازی، مثلا توی ترکیبایی که هوگ رایدر داره خیلی تاثیرگذاره، ولی توی این ترکیب اصلا تاثیرگذار به نظر نمیرسه. بعدش ایبیز سریع عروس بومبر بولر رو زد، حاجی بولر رو زد، امیدوارم بولرش از بین بره. پکایی که دیگه بزن، ایوال بزن یکی دیگه، ایوال خوبه. دارک رو پلی میدیم، اینجا یه حرکت باید بزنیم، بالون گریویارد از سمت چپ میزنیم، تورنادو یه دونه زد، حالا باش ارو سری بومبر که دیگه خیالمون راحت بشه. ترکیبش خیلی سخت و واقعا همون حرفی که بهتون زدم، اما این ترکیب خیلی زیاد شده. تورنادو عروس بومبر سری. اوکی کار سخته، کار خیلی سخته.
نمیدیم چی میشه دیگه. گریف، بالون، عروز. نه فایده نداره، ترکیبش خیلی زده. دارک، اوکی، ایویز. وای بچه خیلی سخت بود بچه ها، ترکیبش جوری بود که اصلا اگه دبلم هم 14 بود نمیتونستم ببرم. برای هر کارتم زد داشت، برای هر کارتم یک کاری داشت که میتونست راحت جلوش رو بگیره. گریویارد هم که کاملا فلج بود، اصلا یه همچین بچه نهیدی بودم که اینقدر گریویارد فلج بشه. پویزن داشت، اون همه گابلین داشت، خونه گابلین داشت، بولر داشت، وای فینیکس داشت. خیلی ترکیبش زد بود. دوباره فینیکس ها داره بچه، باید عادت بکنین به این کارت فینیکس. شاید بگم تا آخر کلش رویال اصلا فینیکس رو آوردن که بمونه، هر چقدر نرفش میکنن نمیره این لعنتی. بچه فکر کنم دوباره گریویارده، احتمال میدم دوباره گریویارد باشه. اوکی دارک، اکسیر فکر کنم الان دیگه داره. آره ولی خوب موقع انداختیم. اوکی سریع بعد بالون رو بندازیم اینجا. بالون هم نه، چون فونیکس الان فینیکس داره، الان نداره. ای کاش زودتر میزدم. ای لعنتی، فکر کنم بالون هم انداخته شده اگه اشتباه نکنم. آره خدا رو شکر بالون هم انداخته شده. فینیکس هم همین الان میاد، ما باید فینیکس رو دفاع بکنیم. اگه لول 14 بودن دوتا زده بود، دوتا ضربه خیلی ناب زده بود. الکترو ویزارد میزنیم بچه. اول ویدیو بهتون چی گفتم؟ گفتم این ترکیب خیلی زیاد شده الان، این 12-13% که دارم بهتون میگم خیلی عدد رقم زیادی. الان این ترکیب دوتا بچه پشت سر هم دارم میزنم، تقریبا مشابه هم داره به میفته. من هم به شما همین ترکیب رو پیشنهاد میدم اگه دنبال یه ترکیب نیستید که مثلا خیلی سخت باشه مثل ترکیب خودم. ترکیب خودم خیلی سخته، تو این چند سال هیچ کس نتونسته با ترکیبی که دارم رنگ بزنه، به جز خودم نتونسته کسی رنگ بزنه. یه ترکیبی ساختم لعنتی، خیلی سخت دیگه، قبول دارم خیلی سخته. چه علکی علکی دمیج برد از زمان. خوب شد که این ترکیب بهمون خورد تا بهتون بیشتر ثابت بکنم که چقدر این ترکیب زده و چقدر این ترکیب قوی هستش. اینجوری بگم بهتره. تورنادو، واو 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 واو، ایویز، بومبر، فنیکس هم که بعد میزنه، دارک. گریویارد، بالون، برو تورنادو. یکی دیگه، یکی دیگه. بتل خیلی خوبی بود بچه ها، تونستم اینجا بهتون نشون بدم چجوری بعد از گریویارد و عروز تو این لحظه از بازی ها استفاده بکنید. بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. این ویدیو کاملا برای اینکه بهتون یه سری نکات خیلی مهم گفته باشم بوده. یه نکته دیگه هم هستش بچه ها، پلی دادن با تورنادو خیلی مهمه. در اون ترکیبی که استفاده میکنید اگه تورنادو داشته باشه، من یادم یه ویدیو داشتم یکی دو سال پیش گذاشته، نه دیگه یکی دو سال که نکنن 10-11 ماه تو یوتیوب اومدم، همون اوایل بودش یه ویدیو گذاشتم، سعی میکنم که تو کامیونیتیش بکنم اون ویدیو رو اگه تونستم پیدا بکنم. یه سری نکات رو در رابطه با تورنادو بهتون نشون دادم، یکی دو دقیقه هم بیشتر نیستا، ولی اگه اون ویدیو رو نگاه بکنید بهتون خیلی کمک میکنه. من میذارمش دوباره توی کامیونیتی که ببینیدش. کلن هر کاری که با تورنادو میشه انجام داد برای اکتیف کردن کینتاور توی اون ویدیو هستش،
یعنی شما هر کاری که میخواید انجام بدید با تورنادو و نمیدونید چطوریه تو اون ویدیو هستش. اتفاقا خیلی چیزایی هستش که حتی باورتون نمیشه. با یه سری چیزا من اکتیف کردم که تورنادو کینگ تاور رو که اصلا باید اون ویدیو رو ببینید. پس بهتون پیشنهاد میکنم همین الان ویدیو رو نگاه بکنید، تو کامیونیتی میذارم. میگم یکی دو دقیقه بیشتر نیستش، زمانگیرم زیاد نیستش و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و دمتون گرم. فعلا یا علی.